دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه صبح زندگی در خدمت شما وطنان عزیز قرار داریم. امروز هم روز یکشنبه، پخش صدای شما که آقای میوندشاه احمدزی، یکی از همکارای خوب ما در برنامه صبح زندگی، میبینن که متاسفانه امروز نیستن، اما ما میتونیم که شماره تماس برنامه را یاد بکنیم. 0771104090 شماره تماس برنامه است. شما هم میتونید مشکلات های امنیتی تان با ما شریک بسازین و روز پنجشنبه آقای میوندشاه احمدزی همچنان در برنامه با ما میباشد که خوشبختانه مهمان گرامی شونم سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ما میباشند. در رابطه با مشکلات و چالش ها و مشکلات های امنیتی تان میشه که شماره تماس برنامه را داشته باشین و اپل ارتباطی شماره تماس با برنامه صبح زندگی و همچنان آقای میوندشاه احمدزی، کسایی که شنونده هم هستن از رادیو آریانا اف ام میشه که تماس بگیرین. و امیل اعظم همکارای خوب ما شماره تماس برنامه را روی اسکرین تلویزیون های شما مشاهده میکنید، 0771104090. ولی سلام، صبحتان بخیر. بله سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح بخیر. صبح شما هم بخیر برادر عزیز. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبحتان بخیر. خوب بخیرین؟ تشکر، سلامت باشین برادر. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین و مشکل؟ محمد از ولایت ایران. باز محمد؟ میشه صدای تلویزیونتان کم بکنین تا اینکه ما آواز شما را خوبتر بشنویم؟ صدای ما را از طریق موبایلتان بشنوید برادر عزیز. بله سلام، صبح بخیر، تماستان وصل است. لطفا زمانی که تماس میگیرین از گوشی موبایلتان آواز ما را بشنوید تا اینکه ما هم آواز شما را داشته باشیم. امروز مشکلات امنیتی که شما دارین یا با مشکلات امنیتی مواجه هستین میشه که تماس بگیرین تا اینکه ما تماس های شما را یا مشکلات شما را یادداشت بکنیم. ولی سلام، صبحتان بخیر. خب امروز وضعیت آب و هوا خوب نیست، مشکلات تکنیکی هم رخ میده. ولی سلام، صبحتان بخیر. بله هموطنان عزیز، زمانی که تماس میگیرین جای مناسب اختیار بکنین تا که ما آواز زیبای شما را بشنویم و مشکلات امنیتی شما را ما یادداشت بکنیم. بله سلام، صبح بخیر. بله تماستون وصل است برادر عزیز. سلام، صبحتان بخیر. صبحتان بخیر. سلام به شما و بینندگان تلویزیون برنامه صبح زندگی. تشکر، بفرمایید برادر عزیز، نامتان را بگوین، از کجا تماس گرفتین و چی مشکل امنیتی داشتین؟ تشکر، نام جلشید است. من از منطقه کارتسی به تماس شدم. مشکل امنیتی خاصی صرف مشکل من در رابطه با همین موترهایی که از طرف دشبتی و طرف چینی نشار میرن، اینا رو چاره این بیشتر ازدهام میکنه، حتی نمیتونه که آدم کیش و بالاخره اینا رو از اینجا جواب میتونه میده کوچه داخل کوچه ها فساد میشن. اینجا باز عذیت و آزار خود خوبتان معلوم است دیگر، افغانستان هست میدیره و را میده پیش روی خانه و اینا فساد میکنه، کسی مریض موترخ را کشیده نمیتونه در پولی از اینا بین خود میشینه و سگرفت و دیگر در پای چی میزنه که ما نمیتونیم با مسئله نگو بیم که دریورات داریم منظم تجدید کنم در کچه ها پیشوری خانه همتون متخصص میمیده بسار اتفاد نکنم. بیاداش کردیم، تشکر، موضوع را گرفتیم. امرای مسئولین عملیتی حوزه سوم شهر کابل صحبت میکنیم، تماس بعدی را میگیریم. بله سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم بیادرم. سلام برادر عزیز، صبح شما هم بخیر. کی از کجا تماس گرفتین؟ ما رفیع هستم، از عقب شبخانه علی آباد با تماس شدیم. بفرمایید رفیع جان، چی مشکل؟ مشکل خو نیست که اینمی یک کار است، اینمی جبیادر دمی شوانه همی مرسیگیلکی هست که جبیادر یکان چیز میگیره استان میکنم مردم از ما نیست دیگه، نیست که چیزی نیست دیگه، بیادر اینمی دیگه یکان چیز کنیم بر ما. حالی عقب شبخانه علی آباد گفتین؟ وقتی آخر پنتونه نمیتونم کورسخی همین گردنه که در گذشته هم همین گونه بود، هموطنای ما شکایت داشتن و حالا بازم همین موضوعات هست. یادداشت کردم رفیق جان، بخیر و سلامت باشین. بله سلام، صبح شما بخیر برادر عزیز. صبح شما بخیر. بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله بله سلام، صبح بخیر. بله خب هموطنان عزیز، زمانی که تماس میگیرین لطفا جای خوب رو انتخاب بکنین و صدای تلویزیونتون هم پخش بکنین. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام، سلام برادر. سلام برادر بر شما، صبحتان بخیر. کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ ما از کارتی پروان تماس گرفتیم. بفرمایید. نام ما فواد است. فواد جان.
برادر نمی نمی را بچار یک مشکل داریم، اگر چند تا کرولاست و سراچه هست که دزده هستن جیبای مردم از چارهای برکی تا چارهای ترافیک لج میکنن. آها قبلا نمی این موضوع را ما داشتیم فوا جان و حالا میاداش میکنیم برای مسئولین میخواییم در میان بگذاریم. تشکر فواد عزیز. چارهای برکی و الا چارهای ترافیک، این موضوع بوده، این واقعیت هست و چند بار این واقعیت رخ داده. بله سلام، صبحتان بخیر. بله تماستان وصل است، بفرمایید. بله بله بفرمایید، صبح بخیر. بله سلام علیکم، یا خواست چرا داری ما نام ما مرکز مرمایی با شما در تماس هستم به خاطر این مشکلات تقاعدی مرمات همراه مسئولین میخواییم در میان بگذاریم. بی بی گل تشکر، موضوع را میخواییم شریک بسازیم که این مشکل واقعا چند روز پیش هم کسایی که تقاعدشان به مشکلات مواجه بود تظاهرات هم داشتن، گردمایی هم داشتن، اما نمیدانیم که مشکلشان چی وقت حل خواهد شد، اما با اون هم ما با مسئولین میخواییم شریک بسازیم. بله سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل است، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. و علیکم سلام برادر عزیز، صبحتان بخیر. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ اسدالله شما در ارزان قیمت تماس شدین. اسدالله جان در ارزان قیمت بفرمایید. والا دمی چند روزا می صاحب ارزان قیمت می سرکو کی جور شدن؟ بله. بعد از اون دیگه دمی هر سرکو کی میبینی پرچک مونده گیت، نه روز موتر مونده نه روز موتر سیکل. این موضوع رو میخوایم فردا انشالله با سخنگوی شهرواله کابل یا نماینده شهرواله کابل آقای نعمت الله احمدزی شریک بسازیم. آقای نعمت الله بارکزی هم فردا در برنامه صبح زندگی با ما میباشند. بله سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح بخیر. بفرمایید برادر عزیز، کی هستین؟ از شما تماس گرفتین؟ باز محمد از ولایت هرات. آقای باز محمد، چی مشکل در ولایت زیبای هرات؟ ما از ولایت هرات همین مشکل داریم که راه که میره به همین داشتا که میره بسیار وضعیت امنیت خراب و موتور چیزی بینی از پیش ما دوزا زیاد شده که میگیره، بسیار دوزمودوزی زیاد شده. درست است. نای... کدام مشخصا میشه آدرس دقیق برمه بگید؟ آه ولسوالی کوسان. درست است. تشکر برادر عزیز. منظور انشالله که پنج شنبه با آقای میمنشاه احمدزی شریک میسازیم. تماس بعدی. بله سلام، صبحتان بخیر. السلام علیکم. و علیکم سلام. دغه دی وروره زل چپلم لکندار ولایت سه. مهربانی وروره. دغه دی وروره په کندار ولایت کې وروره برېښنا نشته، د برېښنا سخت مشکل دی وروره پر کندهار سار باندې برېښنا کته سوی ده. موږ چې کله د مسؤلینو سره خبرې کوو هغه وایي اوبه نشته د کجکي، نو اوس که اوبه نه وي دلته ولسته څنګه مړ شي که څنګه وروره؟ هېڅ برېښنا نه لرو وروره، د چې څنګه په اوبو پورې اریان یو. ډېره مننه، ستا مشکل هم یادداشت شو، انشالله که در میان میگذاریم امرای مسئولین برشنا. بله سلام، صبحتان بخیر. تماستان وصل است، بفرمایید. صبحتان بخیر. بله خب تماس بعدی رو میگیریم. بله سلام، سلام برادر محترم، خوب هستین؟ صبحتان بخیر، تشکر، شما خوب هستین؟ بفرمایید. سلامت زنده باشین برادر محترم، مرسل هستم از بلخ. بفرمایید چی مشکل؟ برادر محترم مشکل ما همی است که در ولایت بلخ، البته ولسوالی دهدادی، بعضی کمک ها میاد اینجا، خانواده های ناتوان خیلی ها زیاد است، اما هیچ کس بر از اینا رسیدگی نمیتونه. همی دقیق میخواستم که بر شما بگویم که در ولسوالی دهدادی البته یک کلانتراش یک سهم بگیرن، کمک ها در هر نهاد میای، اما در اینجا که بسیار از فامیل ها هستن هیچ کمکی صورت نمیگیره، نه کلانترش نه قریه دارش. باید بیاین مسئولین خودشان دفترها بیاین چک کنن چشم دید خود و مردم کمک کنن. یادداشت کردیم، فرد روز پنج شنبه انشالله که این مشکل هم در میان میگذاریم. تشکر از شما. تماس بعدی رو میگیریم. بله سلام، صبحتان بخیر. و علیکم سلام جور تکوه. من انا اورورا مهربانی. بله بله بفرمایید، مشکلتون رو بگین. صدا میه؟ کاملا صدایتون رو داریم، بفرمایید. تماس بعدی رو میگیریم. متاسفانه که تماس های هموطنای عزیز ما که زمانی که وصل میشن خودشان هم نمیدونن. ولی سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم، خیر اورورا. من انا اورورا مهربانی.
بخنه غواړم خو دا تلویزیون ته دغه درکو زنګ دروغ وی او پیشنهاد می درلود. بفرمایید پیشنهاد. می باشم بریتان پرسی میگی ما از ولایت غزنی بریتان زحمت دادیم پس خدا ساز دین و روستا دی بشار خو بار په باران می باره. بسیار. امی بعضی هم وطنا از ولایت مختلف بریتان زنگ می زنه. اگم بیادر به زحمت نمیشه کرسان کن از پیش طرف شما بارندگی چی تو آرشه نمی یک کاری نیکست. بسیار خوب کابل هم بارندگی است. پایتخت هم امروز روز برفی است. تشکر از تماستان. و اکثرا ولایت ما شما خپل خدا سواشنا سیم نداریم نه د جمهوریت داشتیم نه د امارات داریم. بله بله اما ما از طریق همی پل ارتباطی همه ولایت های افغانستان کسایی که تماس میگیرن میپرسیم. خوشبختانه امروز هم کابل برفی هست و ما همیشه روزانه چندید باری از آدرس شبکه جهانی آریانا آریانا نیوز بر شما نشر میکنه تا اینکه شما بفهمین. تماس بدین میگیرین. بله سلام صبحتان بخیر. تماستان وصل است. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر عزیز صبحتان بخیر. کی از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم. و علیکم سلام صبح بخیر. جاوید هستم از ولایت غزنی. دیت زنده باشید. جاوید جان بگو مشکلت در غزنی مشکلات امنیتی چطور است؟ مشکلات امنیتی برای فیلان خوب. وضعیت امنیتی خوب است جناب. بسیار خوب. مشکل چی بود؟ فقط تماس گرفتن خواستن که آواز شونه هموطنانش بشنوه. بله سلام صبحتان بخیر. بله بله سلام صبحتان بخیر. سلام علیکم بیادر امنی. کمک هایی که ما از ولایت غرب تماس شدیم به اینجا میایی اصلا به هیچ کس نمیرسه. کلشان طالبان میگیرن یا اینکه میگیرن دیگه اصلا ولایت غرب با مفقر هایی که نمیرسه. واقعا ولایت غور یکی از ولایت های دوردست افغانستان است که با چالش‌ها و مشکلات های اقتصادی روبرو هستند. انشالله که مسئولین توجهی داشته باشند در ولایت زیبای غور. بله سلام صبحتان بخیر. تماستان وصل است بفرمایید. بله سلام برادر صبحتان بخیر. خوب هستین؟ زنده باشین سلامت باشین. برنامه صبح زندگی است؟ بله برنامه صبح زندگی. فکر کنم از ولایت غور تماس گرفتین. نه ولایت ایراد ولسوالی کوزان برادر. بفرمایید در خدمت هستیم. این مشکل همین کمک هایی که میایه به همین جگاه همین ریزفیده همین اربابا همین ناتو خرچو خر میکنه به سر خود خطویزی میکنه به غیریبا نمیده کسی نخل غیریبا نمیپرسه نی برقی نی او داره. ولسوالی کوزان غلی هم داباتیم ملت توجه خوب نداره به مردم به خود تو خر تو خر برادر همین گفت موقع خوب هم کی با کسی نگه امارت نمی بیای بلکه همین همی خواهینا عروم و خرار بدر کن این آرم بدر نکده همین بیتون مشکلات ها زیاد داریم برادر. تماستان گرفتیم سوالتان هم گرفتیم. انشالله که روز پنجشنبه مطرح میسازیم. بخیر و سلامت باشین. تماس بعدی رو میگیریم. بله سلام صبحتان بخیر. بله سلام علیکم. سلام برادر عزیز صبحتان بخیر. کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ تشکر. صدای تلویزیون تا دیگه پخش کنین آواز ما رو از موبایلتون بشنوین. داشتی بچی از پل خوش حرف میزنم من با شما. خیلی خوب دیگه از کابل گپ میزنید صدای تلویزیون تون رو پخش بکنین که ما هم مشکلتون بفرمایید. چی مشکل داشتین؟ ما خودم چیستم در محیط کاری ما که هست در داشتی بچی هست یک مشکل خاص داشتیم که جوانای امروز در موقع درست باز بگو خود چهارراهی پل خوش کرد چندین آپارتمان بودن خراب شدن. بله با خراب شدن اونجا کسان جوانایی که متاد رو آوردن هر شب بیشتر شدن بیشتر میشن. سوالتان را گرفتیم. من انشالله که امروی آینده یک کشور است با مخاطر گفتم امروی شما شریک بسازم کار نیکردین. موضوع را گرفتیم. انشالله همراه مسئولین هم صحبت میکنیم. بله سلام صبح بخیر. صبح شما بخیر. بخیر و سلامت باشین. کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایید برادر عزیز. از اطراف ورسولی گذره که هست ورانده گذبه داریم نپه هیچی را داریم برادر همی دیگه دوزی موبایلا سکلای مردم میگیرم هیچی توجه هم دیگه هیچی توجه ندارم مردم از کار زندگی خوب. آدرس دقیقه میشه بر ما لطفا دوباره بگوین؟ ولسوالی گذره
مسئله اولسوالی بزرگ. درست است، تشکر، من یادداشت کردم. موفق باشین انشاءالله که این موضوعات را کلن با آقای میمنشاه احمدزاده شریک می‌سازیم تا اینکه با مسئولینش صحبت بکنه و پیگیری شه. بله سلام، صبح بخیر. تماستون وصل است، بفرمایید. بله سلام، صبح بخیر. سلام خواهر عزیز، صبح شما هم بخیر. بفرمایید از کجا تماس گرفتین؟ کار زنده باشین، از چهارقلا با تماس شدیم. چهارقلا چاردی یا وزیرآباد؟ چهارقلا وزیرآباد. بفرمایید چی مشکل بود در چهارقلا وزیرآباد؟ امی ریاست پاسپورت چرا باز نمیشه؟ اینم پنج شنبه ان شاء الله که بر شما در میان میگذاریم موضوع را با آقای میمنشاه احمدزاده، تا اینکه شما هم بدانید در روشنایی قرار بگیرید که چرا ریاست پاسپورت باز نمیشه. خوب است؟ تشکر، بسیار موفق باشین. تماس بعدی رو میگیریم. بله سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم. سلام برادر عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ نامتون؟ قصرتو بیادر مدد از میسای دو قابات ابی کوچک از قلیفتو مبره آه. در طرف دو قابات در اینجا بنام قلی بی بیشار هست دند از بیور نمی با سیل رفته میتونه نموتا رفته میتونه بیشار از آمد است مردم. فردا بیننده برنامه با باشین، نماینده شورای کابل همچنان با ما میباشیم، موضوع را شریک میسازیم که این مشکل زودتر حل شود. شما میدانید که از آدرس شورای همه موضوعات زودتر پیگیری میشه و مشکل حل میشه. آقای بارکزای در برنامه صبح زندگی با ما میباشن. بله سلام، صبحتان بخیر. بله تماستون وصل است، بفرمایید. بله خب صحبت نمیکنند، تماس بعدی را میخواهیم داشته باشیم. امروز هم بخش صدای شما و مشکلاتی که شما دارین، البته مشکلات های امنیتی، میتونید با ما شریک بسازین. بله سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. خوب است، خوب بخیر هستین؟ تشکر برادر عزیز، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ گلزبین هستم، از شهر مزار شریف تماس گرفتم. ما مشکل داشتیم به خاطر برق. آها. به دوران جمعیت هم نمیم تو بسیار واداش کنیم، نرخ برق ارزان میشه در اولاد عد نرخ سال امارات اسلامی خود حکومت از یا قدرت سر تا سر افغانستان است، یعنی کل قانون هم باید یک برابر باشه، برابر باشه، نرخاش ارزان بکنن. و یک مشکل دیگه داریم که چند سه سال پیش و دو سال پیش یک سرک حلقه‌ای به مزار شریف ایجاد شد، چون چیز فکر نکنم این زمان دوستان بود و خانه مردم غلطان ده یک کمی کار سرک بوده پیش است و دیگه باقمانه کار مکمل مونده و در بعض جای میبینی خانه به شکل و ایرانه شده سرکار اونجا جای گرفته و تو بشه یک دوستانه شده. مفتوانی در اگر سطح مسئولین صحبت کنیم که این کار رو پیش میبرن نمیبرن که من سرکار جور شد خانه مردم بسیار خراب شده. تشکر، امیدوارم که مسئولین برق هم شنیده باشن و ما این موضوعی که سرک القوی را گفتین اینم فردا با نماینده شورای کابل مطرح می‌سازیم. بخیر و سلامت باشین. تماس بعدی رو می‌گیریم. بله سلام، صبحتان بخیر. بیادر امی صدا را ثبت میکنه؟ برنامه ما لایف است خواهر عزیز، بفرمایید چی مشکل؟ سلامت باشی، گفتم صدا را ثبت میکنه؟ صدا را ثبت نمیکنه، فقط مشکلتون رو یادداشت میکنیم. بفرمایید. بیادر ما پیشتر که به تماس شدیم از ولایت غور به تماس شدیم از ولسوالی دولتیار، همه کمکی ها که میای خب به خاطر فقرا اصلا هیچ کدامش توزیع نمیشه، کلیش هم ردش گم میکنن، هم ازیده میکنن، کل همین دفعه کامده یعنی که کلیش ها طالبا گرفته ردش گم کرده که ما مچون که کلینیک جور میکنیم چی میکنیم، اصلا به هیچ چی نمیرسه. پنجشنبه ان شاء الله جواب سوالتون آقای میمنشاه احمدزاده برتون ارائه میکنه. تشکر خواهر عزیز و تماس بعدی رو میگیریم. بله سلام، صبحتون بخیر. بله سلام علیکم احمدی خواهر. سلام از ما، صبحتون بخیر. بله برادر آه. عزیز بفرمایید. بفرمایید برادر، کی هستین، از چه تماس گرفتین؟ درست احمدی خواهر. تشکر، خود خوب هستی؟ سعادت خوب است؟ شکر، همه گزارشگر شما حفیظ امیری هم شمارش میشه برای ما بتین. بله همکارای تکنیکی ما همکاری میکنه همراه شما، سپاسگزار هستم از تماس. به عنوان آخرین تماس. بله سلام، صبح بخیر. تماستون وصل است. علیکم سلام برادر عزیز، بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین، مشکلات امنیتی تان میشه با ما شریک بسازین. بله امید صدا ازتون خوش میکنم، ثبت نشه و درسته؟ نه خیر ثبت نیست خواهر عزیز، تشویش نکنین. سپاسگزار هستم از شما ایزا هم که بیننده صبح زندگی هستین و کسایی که تماس گرفتن. خب خواهر عزیز ما نگران از این است که صدای ما ثبت نشه، صدای شما رو همه دنیا میشنوند. یک شما حرف میزنین، گپ میزنین، تماس میگیرین، به این معنی نیست که ما فقط تماس شما را یا صدای شما را ثبت بکنیم، فقط ما سوالات شما را میداشته باشیم و دنیا شنونده صدای شماست و بیننده ما هستن. وقفه داریم و دوباره برمیگردیم.